دختری در ایستگاه خط 4 مترو تهران بیهوش می شود. اینجا در این تصویر. دبیرستانی در مترو تهران به دلیل آزار و اذیت مامور. بلافاصله شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور اعلام کردند این دختر با ماموران تذکر حجاب در مترو مشاجره کرده و آنها آرمیتا را هول داده و سرش به یک آهن خورده. هولش دادن این خانم رو. گشت ارشاد یا همون حجابان‌ها در مترو تهران به شدت مجروح شده. این اقدام به قطع اتفاقی نیست. از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت. حادثه‌ای که تلاش می‌شود با اتفاقات گذشته شبیه سازی شود. او قربانی در واقع گشت ارشاد شده، او یک قربانی دیگر است. خبر این دختر 16 ساله را شنیده، اون رابطه‌های موازی رو مسافران رو زیر نظر دارن و با دوربین فیلم برداری میکنن. چرا این فیلم ها رو منتشر نمیکنن؟ حالا شرکت مترو تهران فیلم دوربین‌های مداربسته این خط رو منتشر کرده. اینجا ساعت 6:52 صبح 9 مهر ماه آرمیتا در حال ورود به مترو است. ساعت 6:52:40 وارد پله برقی مترو می شود. او پس از پله برقی اول یعنی کمتر از 2 بعد از گیت عبور می کند. و اینجا 6:54:50 وارد سوپرمارکت مترو می شود. و این دوربین های سوپرمارکت در همان لحظات است. ساعت 6:57:31 او از سوپرمارکت خارج شد و چند ثانیه بعد وارد پله برقی دوم می شود. ثانیه های بعد او به همراه دوستانش در خط 4 اینجا روی صندلی منتظر دیده می شود. هیچ درگیری و مشاجره‌ای با کسی وجود ندارد. او و دوستانش منتظر مترو میمانند. مترو اول میآید و آنها سوار نمیشوند تا دوست دیگرشان برسد. از لحظه آمدن آرمیتا برای نشستن بر روی این صندلی تا لحظه سوار شدن او به همراه دوستانش 8:40 طول میکشد که هیچ گونه مشاجره و درگیری وجود ندارد. ساعت 7:08 صبح آرمیتا و دوستانش سوار مترو می شوند و بعد از 4 سرش گیج می رود، به عقب بر می گردد و به لبه سکوی مترو می خورد. مأمور سکوی خط 4 نیست که در حال قدم زدن در همان حوالی است از آن لحظه این گونه روایت می کند. تو اون لحظه هم چون در کابین خودم باز بود و داشتم اون صحنه رو می دیدم، بیهوش بود اون دختر. بیهوش بود و هیچ تحریک هم نداشت. زمان خیلی کوتاهی هم یعنی چند ثانیه مثلا 10 بیشتر نشد. و دوستان او که تا آخرین لحظات همراهش بودند ماجرا را شرح می دهند. قرار گذاشته بودیم که به این مدرسه مثل هر روز ما مترو شهدا قرار می داریم، من و دو تا از دوستان، و امروز من رفتم مترو شهدا نشسته بودم منتظر بودم که دوستان بیان. یکی از دوستان بوده چه زن دیرتر میرسه حالا و من همجور نشسته بودم، یه دفعه دیدم آرمیتا اومد بالا سرم، آرمیتا بالا سرمه و سلام علیک کردیم. مثل همیشه اومد نشست رو صندلی، من گفتم واسه مهلا هم بیا که با هم بریم. گفتیم خندیدیم، همجور منتظر بودیم تا مهلا بیا. من سرم برگرده بودم مهلا کجاست، دیدم داره با سرعت میاد که مثلا ما بتونیم قطار سوار بشیم چون این مقدار پیر شده بود و دیگه میرسیدیم. همون لحظه من و آرمیتا از صندلیمون بلند شدیم که مثلا بریم به سمت در. اول من وارد شدم و آرمیتا داشت میومد داخل و فاطمه هم یه جورایی وسطش بود. یهو آرمیتا بیهوش شد و افتاد دیگه. رفتیم و اول مهلا وارد مترو شد، وارد قطار شد، بعد پشت سرش آرمیتا رفت. تا من هنوز نرفته بودم، تا اومدم پاو بذارم داخل قطار، یهو آرمیتا از پشت افتاد و سرش خورد به سکو، بین سکو خود در مترو سرش محکم برخورد کرد اونجا. یعنی در واقع کمک خواستیم که حالا بکشمش بیرون که در بسته نشه. این موقع در همین حین یکی از مسافران مترو با تماس با اورژانس عملیات احیا را انجام می دهد. اورژانس تهران بفرمایید. سلام، خسته نباشید. یه تعریف داریم از مترو مترو
دقایقی بعد اورژانس در محل حادثه حاضر شده و عملیات احیا را انجام می‌دهند. آرمیتا هم‌اکنون در بیمارستان بستری است. در پرونده پزشکی او علت بیهوشی افت فشار عنوان شده. خانواده او چنین درخواستی دارند. فیلم مترو رو دیدم، چک کردم. چیزی خاصی نبود که بخوام مثلا حاشیه یه چیزی درست کنم. فقط ممنون میشم که دعا کنم بچم هر چیز زودتر خوب بشه. اما به نظر میرسد رسانه‌های معاند پس از شکست در سالگرد اغتشاشات گذشته از این حادثه به دنبال یک درگیری و مشاجره بودند تا با شبیه سازی آن ایجاد بحران و ناامنی را دوباره برای کشور کلید بزنند. مسمومیت مشکوک باشد یا کشته سازی و یا حوادث طبیعی فرقی نمی کند. باید دختران مدرسه‌ای ابزار این ناامنی شوند.